گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل، در پایان مأموریت 6 ساله درباره جنایات سبعانه و نقض فاحش حقوق بشر توسط رژیم ایران در سالهای 1360، 1361 و 1367. شواهد قابل توجهی وجود دارد که کشتار دست جمعی، شکنجه و سایر اقدامات غیر انسانی علیه اعضای مجاهدین با قصد نسل کشی انجام شده است. جنایات سبعانه در سراسر ایران بدترین و فاحش‌ترین نقض حقوق بشر در تاریخ معاصر است که مقامات عالی رتبه حکومتی در برنامه ریزی، دستور دادن و ارتکاب جنایت علیه بشریت و نسل کشی طراحی کرده و فعالانه در آن دست داشتند. گزارشگر بر این عقیده است که جنایات علیه بشریت به ویژه قتل از طریق اعدام خودسرانه، شتاب زده و فراغذایی هزاران زندانی سیاسی، شکنجه، آزار و اذیت و ناپدید سازی اجباری و سایر اقدامات غیر انسانی علیه زندانیان سیاسی و همچنین نسل کشی از اواخر ژوئیه تا پایان سپتامبر 1988 در ایران رخ داده است. جنایت علیه بشریت به خاطر ناپدید سازی قهری ادامه دارد. بین خرداد و آذر 1360 چندین هزار نفر یا بدون محاکمه یا در پی محاکمه های آشکارا ناعادلانه اعدام شدند. بیشتر کشته شدگان به دلیل وابستگی واقعی یا مفروض به مجاهدین هدف قرار گرفتند. صدها نفر از اعدام شدگان کودکان بودند. یکی از آنها فاطمه مصباح 13 ساله از هواداران آشکار مجاهدین بود که در روز 25 شهریور 1360 در تظاهراتی در تهران دستگیر شد و 4 روز بعد توسط جوخه تیرباران کشته شد. از 30 خرداد تا پایان 1360 هزاران مخالف از جمله صدها کودک به طور خودسرانه بازداشت شدند و در معرض ناپدیدسازی قهری، شکنجه و اعدام‌های شتاب زده خودسرانه و فراغذایی قرار گرفتند. بیشتر قربانیان از اعضا یا هواداران مجاهدین بودند. با وجود شواهد بسیار زیاد تا به امروز کسانی که مسئولیت کیفری این نقض فاحش و جدیترین موارد نقض حقوق بشر و جنایات تحت قوانین بین المللی را بر عهده دارند همچنان در قدرت هستند. جامعه بین المللی نتوانسته یا نمیخواهد این افراد را مورد حسابرسی قرار دهد. و 5 سال پس از قتل عام 67 ناپدید سازی اجباری ادامه دارد. اکثریت قاطع زندانیان اعدام شده از اعضا و هواداران مجاهدین بودند. اگرچه صدها نفر از اعضای گروه‌ها و سازمان‌های سیاسی مارکسیست نیز به
به طور اجباری ناپدید و اعدام شدند. بنا به گزارش ها قتل عام سال 1367 به دنبال فتوای خمینی آغاز شد، اگرچه شاهدان در شهادت خود و بسیاری از بازماندگان قتل عام به گزارشگر ویژه اطلاع دادند که طرح اعدام زندانیان چندین ماه قبل از قتل عام در حال انجام بود. آیت الله منتظری، جانشین پیشین ولی فقیه رژیم ایران، به طور رسمی گفته است که پسر خمینی از 3 تا 4 سال قبل از قتل عام 67 اعلام کرده بود که همه وابستگان مجاهدین، از جمله هر کسی که در حال خواندن نشریه آنها دستگیر شده باشد، باید اعدام شود. شخص احمد آقا خمینی از 3-4 سال قبل مجاهد از روزوم خونش، از مدرد خونش، از اعلامی خونش، همه باید اعدام شود. در فتوای خمینی آمده است همه مخالفان زندانی که در زندانهای سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می کنند محارب و محکوم به اعدام هستند. از خمینی سوال شده بود که آیا این احکام اعدام فقط در مورد زندانیانی اعمال می شود که به اعدام محکوم شدند اما موضع خود را تغییر ندادند، یا باید برای همه کسانی اعمال شود که هنوز محاکمه نشده اند و کسانی که به زندان محکوم شده و دوران محکومیت خود را گذرانده اند اما همچنان در حمایت از مجاهدین سر موضع باقی ماندند. این سوالات همچنین خواستار روشن شدن این موضوع بود که آیا مقامات استانی می توانند قضاوت مستقل خود را اعمال کنند یا ملزم به ارجاع پرونده های زندانیان به ارگان قضایی در مرکز استان هستند؟ پاسخ صریح خمینی به همه موارد فوق به شرح زیر بود. در تمام موارد فوق، هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد، حکمش اعدام است. سریعاً دشمنان اسلام را نابود کنید. در مورد رسیدگی به وضع پرونده ها، در هر صورت که حکم سریع‌تر انجام گردد، همان مورد نظر است. در فتوای سال 1367 خمینی به وضوح روشن است که او عمدن و هدفمند دستور اعدام دست جمعی همه مجاهدین را صادر کرده است. رویه‌های تعیین شده توسط هیئت‌های مرگ خودسرانه بود. بازداشت شدگان را یک به یک احضار کردند و مجموعه‌ای سوالات را مطرح کردند.
برای وابستگان به مجاهدین مهمترین پرسش این بود که آیا حاضر به محکوم کردن مجاهدین هستند یا نه. کسانی که ارتباط خود را با مجاهدین تأیید می کردند و حاضر به محکوم کردن مجاهدین نبودند اعدام شدند. در حال حاضر هیچ راهی برای جستجوی حقیقت و عدالت و هیچ چشم‌اندازی برای جبران و غرامت در جمهوری اسلامی وجود ندارد. کسانی که به دنبال پاسخگویی هستند اغلب هدف و مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند و مجازات می‌شوند. توصیه‌های گزارشگر به جامعه بین المللی برای پایان دادن به مسئولیت مسئولان جنایت سبوانه، ایجاد یک مکانیسم بین المللی تحقیق و پاسخگویی تا تحقیقات فوری، بی‌طرفانه، کامل و شفاف در مورد جنایات تحت قوانین بین المللی به عمل آورده و شواهد را با هدف پیگرد کیفری آینده همه مرتکبین جمع‌آوری، تلفیق و حفظ کند. به طور خاص ایجاد مکانیسم پاسخگویی بین المللی درباره جنایات علیه بشریت علیه هزاران مخالف سیاسی به ویژه کشتار دست جمعی آنها از طریق اعدام‌های خودسرانه و فراغذایی و نسل‌کشی در طول دهه 1360 از جمله در سالهای 1360، 1361 و 1367. گزارشگر از دولت‌ها می‌خواهد با استفاده از صلاحیت قضایی جهانی و سایر حوزه‌های قضایی فراسرزمینی در رابطه با جنایات دهه 1360 به ویژه 1360، 1361 و 1367 در ایران برای افراد مظنون از جمله فرماندهان و سایر افراد مافوق احکام بازداشت بین المللی صادر کنند. از ولی فقیه گرفته تا قضات شهر، دادستان‌ها و نمایندگان وزارت اطلاعات از مسئولان و دست‌اندرکاران این جنایت‌ها هستند. یکی از نمونه‌های تکان دهنده زندانی سیاسی مریم اکبری منفرد است که با طرح شکایت از داخل زندان در 1395 در مورد اعدام خواهر و برادرش در قتل عام 67 شجاعت زیادی از خود نشان داد. در پاسخ با فشار فزاینده‌ای از جمله محرومیت از ملاقات و تبعید اجباری به مکانی دور افتاده و دور از فرزندانش مواجه شد.
با وجود تحمل یک محکومیت 15 ساله بدون حتی یک روز مرخصی، او را به 2 سال حبس اضافی محکوم کردند. هدف وادار کردن او به چشم پوشی از پاسخگویی است. در 3 سپتامبر 2020، 13 شهریور 1399، 7 گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد از جمله گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام کردند ناکامی ارگان‌های سازمان ملل در اقدامی درباره کشتار 1367 تأثیری ویرانگر بر بازماندگان و خانواده‌ها داشته و مقامات را جسور کرده تا سرنوشت قربانیان را پنهان کنند و استراتژی انحراف و انکار را حفظ کنند. گزارشگر ویژه قبلاً نگرانی‌های جدی خود را نسبت به تلاش‌ها برای از بین بردن شواهد موارد نقض گذشته مربوط به اعدام‌های خودسرانه و فراقانونی و ناپدیدسازی اجباری مخالفان سیاسی در سال 1367 ابراز داشته است. در ماه می 2022 خرداد 1401 گزارش شد که مقامات دیوارهای بتونی بزرگ و دوربین‌های نظارتی در گورستان خاوران نصب کردند که گور دست جمعی را در خود جای داده است و گمان می‌رود اجساد قربانیان اعدام‌های شتاب زده و ناپدیدسازی اجباری سال 1367 را در خود جای داده باشد. اعتقاد بر این است که این اقدامات با هدف محدود کردن دسترسی به سایت و تسهیل از بین بردن شواهد انجام می شود. این اقدامات تازه ترین مورد از مجموعه ای از اقدامات برای مداخله در شواهد اعدام هاست که شامل تخریب قبرها با بولدوزر و اجبار اعضای جامعه بهایی برای دفن مردگان خود در بین قبرهای موجود یا در محل گور دست جمعی خاوران است. جامعه جهانی بهایی از اینکه در بحبوحه رنج گسترده ایرانیان مسعود مؤمنی مأمور وزارت اطلاعات ایران به دفن اجباری بهائیان متوفا بدون اطلاع خانواده‌هایشان و با تجاوز به آداب دفن بهائیان به اجبار ادامه می‌دهد بسیار ناراحت است. گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره دفن پیکر شهیدان قتل عام 67 در مزارهای جمعی به صورت مخفیانه در سراسر کشور برای پوشاندن این جنایت بزرگ توسط رژیم خمینی می‌افزاید پس از اعدام اجساد اکثر قربانیان به طور مخفیانه در کامیون‌ها بسته‌بندی شده و به مکان‌های مختلف در سراسر کشور منتقل شد و در گورهای دست جمعی که با عجله حفر شده بودند دفن شد. برخی دیگر از قربانیان مخفیانه در گورهای انفرادی دفن شدند. مقامات اجساد هیچ یک از قربانیان را به خانواده‌ها تحویل ندادند. آنها همچنین از گفتن محل دفن اجساد به اکثر خانواده‌ها خودداری کردند. در سال 2017 انجمن عدالت برای قربانیان قتل عام 67 در ایران فهرستی از 59 گور دست جمعی گزارش شده را منتشر کرد که گفته می شود اجساد قربانیان به صورت مخفیانه در آن دفن شده باشد. در سال 2018 عفو بین الملل و عدالت برای ایران گزارش مشترکی منتشر کردند که در آن گفتند مقامات ایرانی
در حال تخریب یا آسیب رساندن به گورهای دست جمعی در سراسر ایران هستند که گمان می رود حاوی بقایای قربانیان باشد. ادارت برای ایران تخمین زده است که ممکن است بیش از 120 مکان در سراسر ایران وجود داشته باشد که بقایای این قربانیان را در خود جای داده است. بسیاری از گورها در مناطق متروکه در داخل یا در مجاورت گورستانها قرار دارند. مقامات رژیم ایران هرگز به وجود هیچ گور دست جمعی در این کشور اعتراف نکردند. با این حال، اکثر گورهای دست جمعی مشکوک و تایید شده را تحت نظارت دقیق قرار داده و خانواده ها و سایر مردم را از برگزاری تجمعات یاد بود در این مکانها یا تزیین آنها با گل، تصاویر و پیام های یاد بود منع می کنند. در موارد متعددی نیز مسئولان اقدام به ریختن بتن در محل کردند.